مدت هاست از سر کنچکاوی فیلم های قدیمی سینمای ایران در قبل از انقلاب موسوم به فیلم های فارسی ایران رو میبینم گرچه در اون دوران که این فیلم ها ساخته میشد و این فیلم ها رواج داشت در سینما ها و پخش میشد و مردم میدیدند و شلوغ هم میشد در زمان نوجوانی سیزه چارده سال داشتم که اون فیلم ها رو به واسطه پدرم می دیدم. بسیاری از اون فیلم ها رو دیده بودم. اکنون که نگاه می کنم کنشکاوانه اونها رو می بینم و بسیار افسوس می خورم. الان با دیدن دو فیلم باعث شد که ترغیب بشم مسائلی در اون دو فیلم بود که باعث شد بقیه فیلم ها رو ببینم. و خیلی از فیلم های فارسی قدیم رو دیدم مسئله ای که برام خیلی تعجب برانگیز بود تبلیغ دین و دینداری در اونهاست که در همه فیلم ها مذهب نقش پررنگی دارد بسیار صحنه مذهبی و تبلیغی به وضوح دیده می شود به نوعی در فیلم تبلیغ دین و خداشناسی می شود اغلب فیلم ها به مسئله قسم خوردن در دین رفتن به امامزاده رفتن به مسجد و نماز خواندن و قسم خوردن در کنار امامزاده قسم به پیامبران و شفا دادن و شفا گرفتن همه مسائلی که آخوندها در دوران شاه فقید روی منبرها می گفتند در سینماهای فیلمهای فارسی به شکلی تصویری و غلیز به اونها پرداختند و غیر مستقیم سینمای فیلم فارسی و کارگردانها و هنرپیشه ها و سناریو نویسها ها به وضوع تبلیغ مذهب رو در فیلمها بوده بودهاند به نظرم یکی از تبلیغات وسیعی که موجب طرفداری مردم از دین و دینداری شده بود نقش مخرب موضوعات مذهبی سینمای فیلم فارسی بوده است که با داستانهای عشقی و همراه با سکس با نکات مذهبی در جسم و جان مردم رسوخ کرده بود و همین باعث شد تا جمعیت زیادی به سوگ خمینی جلاد بروند و خمینی هم فضا رو در سال 57 مناسب دانسته و شروع به صدور انقلاب ننگین ضد بشری خودش نمود چون فضا رو در بین جامعه مناسب دیده بود و از نظر تبلیغاتی هم کاری که آخوندها در منبرها نتوانسته بودند در سینماها این عمل به خوبی انجام شده بود دیگر پروبال دادن به ملاها ایجاد مسجدهایی که اونها می ساختند و خودشون مراکز مذهبی درست کرده بودند تشکیلات مذهبی داشتند همراه با کمک سینمای فیلمای فارسی که ناخواسته تبلیغ کننده اهداف اونها یعنی مذهب و دین بودند و به گمانم این امر کمک زیادی به برچیده شدن حکومت پهلوی و تشکیل حکومت اسلامی گشت. در اینجا خلاصه داستان میادگاه خشم رو خدمتون میگم که ببینید چگونه ریشه مذهبی در این فیلم نقش اساسی بازی میکنه و چگونه هست که مردم رو با دین و مذهب سرگرم کردند و اونها رو عاشق دین و دینداری و این خرافات کرده بودند قدم که شخصیتی هست در فیلم نقشش رو فردین بازی میکنه همسرش رو که با بچهش رفتن به گردش وقتی برمیگرده برای کاری میره از همسرش دور میشه و وقتی برمیگرده جسد همسرش رو کنار رودخانه پیدا میکنه وقتی این صحنه رو میبینه جستجو میکنه و در اطراف جسد همسرش که به او تجاوز شده و با عنف از او حد که حرمت شده است بسیار عصبی و ناراحت به اطراف نگاه میکنه کمربند خودش رو پیدا میکنه که در گوشه افتاده اون کمربند رو سالها پیش قدم به هاشم دوست بسیار قدیمیش بخشیده که اون نقش رو هم داوود رشیدی بازی میکنه و این باعث میشه که قدم به همراه برادر همسرش که نقشش رو ایرج قادری بازی میکنه که در اصل اون زن قدم برادر ایرج قادری یا شخصیت مذهبی اون فیلم میرن سراغ هاشم دوست قدیمی قدم یعنی داوود رشیدی داوود رشیدی یا همون حاشم وقتی میشنوه با اکراه میگه که من کمربندم رو به پسرم بخشیدم که نقشش رو بهزاد فراهانی بازی میکنه که نویسنده اون داستان هم بوده و قدم موضوع تجاوز و قتل همسرش رو برای دوستش هاشم بازگو میکنه و میگه کمربند من که قبلا به تو دادم در کنار جسد افتاده بوده هاشم گرفتار میشه و مجبور میشه که ماجرا را بگه که من کمربند رو به پسرم دادم و کمربند دست او بوده روز آشوراس ایام محرم هست همه سیاپوش هستند و روز آشورا در مراسم آشورای حسینی همه شرکت کردند و اونها قدم و برادر زنش میرن سراغ فرزند هاشم او رو پیدا می کنند و قصد کشتن پسر هاشم رو دارند اما هاشم میاد به وسادت و میگوید امروز روز آشوراست تو فرزند منو پسر منو نکش و بزار امام حسین خودش سزاشو بده در از واگذارش کن به مذهب به امام حسین که سر خودش رو در راه دین داده در اینجا قدم وقتی که اینو میشنوه مراسم آشورام داره برگزار میشه صدای موسیقی و و مراسم داره میاد هم همه مردم و قدم اینجا قبول میکنه و به برادر زنش ایرج قادری که بازی میکنه اون نقشو میگه تو هم گذشت کن اون هم گذشت میکنه چاقوی که دستش بوده رو میخواد غلاف کنه در اینجا پسر هاشم یعنی بهزاد فراهانی به برادر زن قدم یعنی ایرج قادری که با یک وسیله که در اونجا هست چنگکی هست که در مزرعه ازش استفاده میکنند میخواد اونو به قلب ایرج بزنه یعنی ایرج قادری حمله میکنه و وقتی که با اون چنگک میخواد حمله بکنه و اون رو از پا در بیاره او جا خالی میده و از بالای پشت بام مسجد پرت میشه پایین و سرش میخوره به سنگ و کشته میشه در اصل اینجا میخواد بگه که خود مذهب هوادار شماست قاضی شماست دیدی در آن امام حسین سزای عمل خلافش رو یعنی تجاوز به اون زن رو داد خب این پیامی است که مردم رو می کرد. مردم رو به گونه ای ترغیب کرد که همه به سوگ مذهب بروند و هر چی که مذهب گفت انجام دهند این فیلم یکی از نمونه فیلم هایی است که مذهب درش پررنگ بود این فیلم در سال 50 ساخته شد به نام میادگاه خشم به کارگردانی سعید مطلبی نویسنده بهزاد فراهانی سیروس الوند بازیگران محمد علی فردین ایرج قادری داوود رشیدی بهزاد فراهانی شهروز رامتین رو در این فیلم بازی می کنند در این فیلم دفاع از مذهب بود و در جهت تبلیغ دین و نشان دادن صحنه ای که از خداوند میخواهد که سزای عمل خلاف اون رو بده و امامزاده اون دعا رو برآورده میکنه و شخص کشته میشه و رفتن به امامزاده به جاهای مختلف اسمها زیارتگاه ها دخیل بستن ها اینها در فیلم ها فراوان است و بسیار متاسف آدم میشه که چرا باید در اون دوران وزارت فرهنگ و هنر آتش فرهنگ مذهبی بشه از فرهنگ مذهبی دور اگر شده بودند به فرهنگ اصیل ایرانی به فیلم هایی که باعث اندیشه درست و متین شده بودند در فیلم ها با سوژه هایی که ساخته می شد می توانستند با جهت به مردم این بلایی که به سر مردم آمد و حکومت دینی در ایران تأسیس شد به کمک خمینی به نظر من وزارت فرهنگ و هنر خیانت بزرگی به ایران و مردم ایران کرد گرچه پهل بود یکی از آدم های فرهیخته و دانا و بسیار باسوادی بود که در فرهنگ و هنر کار میکرد اما افرادی که دور بر او بودند احتمالا آدمهایی بودند که جاسوس های مذهبی بودند کسانی بودند که اینها رو به عمد گذاشته بودند تا مردم رو مذهبی بنمایند و مخصوی شوند.